Sardar Sumran Jait Singh, Siyasatmandar Barjaste Sikh Dolat Hind Radar Morid Mas'ale Kashmir Bishiddat Morid Intiqad Karar Darad. Va Goft Ki Kashmiri Ha Tawassut Artush Hind Morid Asabat Galule Karar Mikiran. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem, Bismillahir Rahmanir Rahim, Man Rida Batul Hastam, Dar Khidmat Shuma, Shuma Dar Hal Tamashai, White News, Persian Hastid. عزیزان محترم، اگرچه جنبش استقلال کشمیر سالهاست ادامه دارد، اما اکنون به نظر می رسد که رهبران سکھ نیز به جنبش استقلال کشمیر می پیوندند. سردار سمرن جیت سنگھ، سیاستمدار برجسته سکھ دولت ہند را در مورد مسئله کشمیر به شدت مورد انتقاد قرار دارد و گفت که کشمیری ها توسط ارتش ہند مورد اصابت گلوله قرار می گیرند. ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, 7-8 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਫੌਜ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਯਾਦ ਆਵਰ ਮੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਬੇਉਨਵਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਹਿੰਦ ਇੰਤਖਾਬ ਸ਼ੁਦ. عزیزان محترم، او در حال حاضر رئیس سرومانی اکالی دل امرتسر بزرگ ترین و فعال ترین جنبش آزادی پخش سکھ در ہند است. ناظرین محترم، دولت ہند بیش از 30 بار مان صاحب را دستگیر کرده است، اما هیچ جرمی علیه او ثابت نکرده است. هنگامی که در اوت 1947 زمانی که شب کاری به دو ایالت مستقل ہند و پاکستان تقسیم شد، مردم برای چند روز در مسجد جامع تاریخی سرینگر جشن گرفتند. دلیل آن این بود که کشمیرها معتقد بودند که قرار است بخشی از پاکستان باشند، اما نمی دانستند که برای آنها مبارزه برای استقلال با شب طولانی آغاز می شود که در آن دریای وسیع از خون در سپید دم تلو می کند. این خیلی افسرده است که باید عبور کرد در آن زمان رهبر محبوب وقت مولانا محمد یوسف شاه برای تبریک به قائد اعظم محمد علی جناح به کراچی رسیده بود، اما بعدن دولت هند به او اجازه بازگشت به کشمیر راننده طبقه ماده 370 قانون اساسی هند مجلس قانون گذاری کشمیر برای قانون گذاری در مورد موضوعات مهم غیر از دولت دفاع امور خارجیه و ارتباط به دولت هند مدیون بود. پس از حرکت غیر قانونی در 5 آگست 2019، غیر کشمیری ها اکنون می توانند در جموع کشمیر مستقر شوند و در آنجا ملک بخرند. برای حذف اکثریت کشمیری ها و تسهیل خرید ملکی برای غیر کشمیری ها، تغییرات قابل توجیه در خدمات ملکی ایجاد شده اند. عزیزان محترم، و در حال حاضر هندوهای غیری کشمیری به تمام پسته های عالی دولتی در جموع کشمیر منصوب شده اند. این اقدام غیر قانونی هند باید در همه مجالس محکوم شود و قدرت های بین المللی باید مسئولیت خود را برای پابندی هند به منشور سازمان ملل در مورد کشمیر انجام دهد. در پناه خدا و السلام علیکم و رحمت الله.